احتمالا شما هم افراد مختلف پیج های اینستا یا کامنت های رو دیدید که میگن احمد الحسن نماینده امام زمان قیام کرده یا حتی افراد اومدن در این زمینه با شما بحث کردن و حتی میگن چرا نشسته اید که رسول خدا بشارت داده به قیام احمد الحسن امام سیزده هم. تو این ویدیو میخوایم مهمترین دلیل این فرقه رو بررسی بکنیم تا شما هم در مقابل اونها مسلح باشید احمد الحسن یکی از جریانهای انحرافی مهدویته که دو چند سال اخیر از عراق شروع شد و این اواخر خیلی رشد کرده مؤسس این جریان رافی هم شخصیه به نام احمد اسماعیل گاته که از دانشگاه مهندسی عراق فارغ تحصیل شد تو سال 1999 میلادی و یه چند سالی هم تو حوزه علمیه نجف درس خوند این احمد اسماعیل اول مدعی شد که تو خواب آقا امام زمان رو ملاقات کرده بعد از چند وقت ادعا کرد که تو بیداری هم آقا رو دیده و آقا بهش امر کرده که هدایت انسانها رو به دست بگیر خلاصه از سال 1380 شمسی این ادعاها بیشتر شد و شروع کرد به گول زدن شیعیان و محبین ساده دل آقا امام است این ادعاها هر روز بیشتر هم می شد ادعا کرد فرزند آقا امام زمانه بعد از چند وقت ادعا کرد سید یمانی یکی از نشونه های حتمی ظهور آقا امام زمانه که یه ویدیو در موردش ساختم لینکشو میذارم این بالا حتما تماشا کنید و آخرین ادعاش هم این بوده که امام سیزدهم شیعیان و اولین مهدی از دوازده مهدیه که بعد امام زمان قیام میکنه مهمترین دلیلی که این فرقه زاله بهش استناد میکنه حدیثیه به نام حدیث وسیعت که تو این روایت آقا رسول خدا به امیر المؤمنین تو شب وفاتشون گفتن علی جان کاغذ و قلم بیار تا وسیعت بکنن بعد آقا رسول خدا وسیعت میکنن که بعد از من دوازده امام خواهند بود که حضرت اسم تک تک این امام ها رو میبرن و بعد از دوازده امام دوازده مهدی حکومت میکنن که زمانی که وقت مرگ امام زمان فرا میرسه حضرت مهدی علیه السلام وسایت و امامت رو واگذار میکنن به مهدی اول از دوازده مهدی که این مهدی اول سه تا اسم داره احمد عبدالله و مهدی آقای احمد اسماعیل گاتق هم از این روایت سوء استفاده میکنه و میگه من احمد و اولین مهدی از دوازده مهدی هستم که شما باید از من پیروی کنید اولین کاری که شیعه برای پذیرفتن یک روایت انجام میده اینه که روات اون روایت رو تو علم رجال بررسی میکنه تا ببین آیا اینا آدمای های یا نه مذهبشون چیه اصلا وجود خارجی دارن که اتفاقا آقای احمد بصری نسبت به سند این روایت دروغی رو مطرح کرده و تو کتاب خودش نوشته که همه راویان این حدیث وسیعت شیعه دوازده امامی هستن و همشون مؤمن و راستگو و قابل اعتمادن در حالی که علامه هلی تو کتاب رجالی خودشون نسبت به احمد ابن محمد ابن خلیلی که یکی از راوی های حدیث وسیعته میفرمان این آدم ضعیفه دروغگوه از خودش حدیث جعل میکنه و مذهبش هم فاسده حتی آیت الله خویی هم تو کتاب رجالی خودشون همین حرف رو نسبت به این راوی میزنن حالا ما سوال میکنیم از طرفدارای احمد الحسن شما کسی و امام خودتون میدونید که یا دروغگو چون نسبت به سند این روایت قائل شده که همه قابل اعتمادن یا بیسواده که از معروف ترین کتب رجالی شیعه هم خبر نداره شما چجوری از این امام تبعیت میکنید اشکال دوم این حدیث اینه که با مسلمات شیعه مخالف داره. مثلا اگه یه روایتی بیاد بگه که ما دوتا خدا داریم خب قطعا اینو نمیپذیریم یا اگه یه روایتی بیاد بگه که آقا رسول خدا خاتم و نبیین نیستن قطعا این روایت دروغه یکی از مسلمات اعتقاد شیعه هم اینه که عدد اوسیاء آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منحصر در دوازده نفره نه بیست و چهار نفر که این اعتقاد شیعه رو بالغ بر سیصد روایت هم از کتب شیعه و هم از اهل سنت نقل کرده از صحیح بخاری گرفته که روایت میکنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که دوازده امیر خواهند بود که همگی از قریشند تا صحیح مسلم که نقل میکنه از رسول خدا اسلام همیشه عزیز خواهد بود تا دوازده خلیفه بر مسلمانان حکومت کنه سوال ما از طرفدار این فرقه اینه که شما چطوری این اعتقاد مسلم شیعه رو که صدها کتاب شیعه و سنی نقل کردن کنار میذارین و این به روایتی که چهار نفر از روات اون کذاب فاسد العقیده و ضعیف هستن و معتقدید که شیعه بیشتر از دوازده امام داره تا اینجای ویدیو چطور بود اگه دوست داشتین لطفا ویدیو رو لایک کنید تا یوتیوب این رو به افراد بیشتری نشون بده اونا هم تشریف بیارن و ببینن اما بر فرض غلط این روایت مشکل سندی نداره و بر فرض غلط تر با مسلمات شیعه هم مشکلی نداره آقا اصلا ما 24 تا امام داریم و ما میخوایم به این روایتی که شما نقل کردین عمل بکنیم اما آقایون احمد الحسنی شما ظاهرا عجله کردیم تو خود روایت تصریح شده که وقتی آقا امام زمان علیه السلام نزدیک وفاتشون شد ازا حضرت حل وفات اون وقت وسایت رو به مهدی اول از دوازده مهدی تقدیم میکنه اما هنوز آقای امام زمان جل الله ظهور نکردن تا نزدیک مرگشون برسه و بعد وسایت رو بدن به احمد الحسن شما عجله کردید ظاهرا طبق روایت خودتون بعد از شهادت یا وفات امام زمان مهدی اول به وسایت میرسه اما شما که زودتر به وسایت رسیدین البته این نکته رو هم بگم که این آقایون کارشون توجیه کردنه و اصلا نمیخوان به روایات حتی اون روایاتی که خودشون نقل کردن عمل بکنن برای همین میگن منظور از کلمه وفات تو روایت غیبته یعنی وقتی امام زمان غیبت کردن وسایت میرسه به مهدی اول مشکلات این حدیث ضعیف و سند بیشتر از این حرف هست. اما قضاوت با شما با یک حدیث ضعیفی که چهار تا از روات اون دروغگون، میشه یک اعتقاد مسلم شیعه رو کنار گذاشت و معتقد به 24 امامی بودن شیعه شد امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین باعث افتخاره که دکمه قرمز سابسکرایب به پایین رو بزنید زنگولش هم فعال کنید در آخرم دو تا ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم که باعث افتخار اونا رو هم ببینید اوقاتتون مهدوی یا علی مدد